به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی هم ممنون و متشکریم که با نظر و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط همراهی میکنین. خب این ویدیو رو با یه نمونه وحشت واقعی شروع میکنیم دوستان. یه مقام اروپایی روز گذشته به خبرگزاری ها گفته که انتظار داره هیچ مشکلی برای متقاعد کردن کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای حفظ تحریم های موشک بالستیک علیه ایران که در ماه اکتبر منقضی میشوند وجود نداشته باشه. به گزارش رویترز این مقام اروپایی گفته که معتقد فرصتی برای مذاکره بر سر توافق هسته‌ای با ایران و کاهش تنش ها تا پایان سال 2023 وجود داره. واقعا اینا با خودشون چی فکر کردن؟ یعنی واقعا تحریم های شما میتونه ایران رو متوقف کنه؟ اگه اینطور بود که الان کشوری به نام ایران اصلا وجود خارجی نداشت. شما دلتون رو به همون تحریماتون خوش کنین، ایران هم در همین حینی که شما دارین همدیگر رو متقاعد میکنین که تحریم ها رو دوباره تمدید کنین، به راه خودش با قدرت ادامه میده. بارها گفتم این تازه آغاز مسیره، قرار این هدف بزرگ به نسل های بعدی هم منتقل بشه و مطمئن باشین که نسل بعدی این راه رو خیلی بهتر از الان ادامه خواهد داد. در همین راستا صبح امروز آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرده که دانش هسته‌ای قراره به کتب درسی ایران اضافه بشه. این در حالیه که سردار تنگسیری هم خواستار درج داستان توقیف نفتکش انگلیسی در کتب درسی شده. فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به بزرگداشت یاد و خاطره عملیات موفقیت آمیز و غرورآفرین توقیف نفتکش انگلیسی در 28 تیر ماه 98 گفته که آموزش و پرورش میتونه این موضوع مهم رو در کتب درسی دانش آموزان طرح‌ریزی و جانمایی کنه. فعلا شما نظرتون رو در این زمینه برامون بنویسین دوستان، تو برنامه‌های بعدی مفصل در این راستا صحبت خواهیم کرد. اما حالا و در ادامه ویدیو، قبل از اینکه بریم سراغ واکنش امیر آشتیانی به اعزام ناوشکن آمریکایی به تنگه هرمز، میخوام یک کلیپ فوق سم از رؤسای جمهور دو مدعی ابرقدرتی پوشالی جهان بهتون نشون بدم که یکی از یکی داغونتر. این شما و اینم چرتزنی بایدن در دیدار با هرتزوگ. بایدن که به داشتن رفتارهای عجیب معروفه، در دیدار دیشب با رئیس رژیم صهیونیستی اینجوری داشته چرت میزده. یه عجب غلط کردم خاصی تو چشمای هرتزوگ هست. بله دوستان، مدعیان ابرقدرتی دنیا اینجوری همدیگر رو ملاقات میکنن. این کلیپ هم ببینین خالی از لطف نیست. یکی از شرکت‌های بالشت‌سازی آمریکایی با این ویدیو شرکت خودش رو تبلیغ کرده. Hello, I'm Mike Lindell, inventor of My Pillow. Thanks to your support, you've helped make My Pillow become one of the fastest growing companies in America. به نظر من که خوب حداقل یه آیتم مفید پیدا کردن. کم کم استعدادهای بعدی بایدن هم شکوفا خواهد شد. اندکی صبر. خب حالا بریم سراغ واکنش وزیر دفاع به خبر اعزام جنگنده و ناوشکن آمریکایی به تنگه هرمز. امیر آشتیانی در خصوص اعلام خبری مبنی بر اعزام جنگنده و ناو جنگی آمریکایی به تنگه هرمز گفته که آمریکا که کاراش رو دنبال میکنه، اما اساساً جمهوری اسلامی در مرحله ای از اقتدار است که اصلاً کسی نمیتواند آن را تهدید کند. ما از این مرحله گذر کرده ایم و نقش آفرینی منطقه‌ای و بین المللی داریم که آن را دنبال میکنیم. وزیر دفاع در پاسخ به سوالی در خصوص پیشنهاد خرید پهپاد از سوی عربستان هم گفت پیشنهادها، ببینید اینکه مثلا یک کشور خاص رو ما بخوایم مورد توجه قرار بدیم اینجوری نیست، ولی خب چون ما قدرت پهپادی هستیم در دنیا، قطعا پهپاد نقش مهمی داره، هم در حوزه های رزمی، حوزه های شناسایی و کشاورزی، امور خدماتی، صنعتی و این توانمندی رو جمهوری اسلامی داره. غالبا همه کشورها به دنبال این هستن که بالاخره برای ارتقای توان دفاعیشون بیان و از پهپاد استفاده کنن. اما همزمان با این صحبت‌ها، همونطور که شما هم در جریان هستین، سرلشکر باقری از یگان‌های رزمی قرارگاه عاشورای سپاه هم بازدید کرد و امروز رئیس ستاد کل نیروهای مسلح وارد نقطه صفر مرزی شد. دیگه همه متوجه پیام و مخاطب پیام سردار هستین دیگه. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح امروز با همراهی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از معاونین و فرماندهان
ارشد ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در نقطه صفر مرزی پلدشت و گروهان مرزی عرس از آخرین وضعیت نیروهای مستقر بازدید و با مرزبانان حاضر در این نقطه دیدار کرد. خب این همه از اقتدار و قدرت ایران گفتیم. حالا بریم ببینیم دشمنان درجه یک ایران در این زمینه چی میگن. یه عده باز نگن فقط از جانب خودت حرف میزنی. به نظر نمیاد که اینجا در خاک آمریکا فعلا هیچ شرکتی مایل باشه که دست به این نفت بزنه. داستان سوئز راجان برمیگردد به حدود 1.5 سال پیش. سازمان اتحاد علیه ایران اتمی که رصد میکنه تانکرهای جمهوری اسلامی رو متوجه این تانکر میشود، به دولت آمریکا اطلاع میدهد. تلویزیون ایران اینترنشنال هم که تو گفتی من رو فرستاد به خلیج مکزیک 100 کیلومتر دورتر از سواحل آمریکا در نزدیک شهر گالوستن، جایی که یکی از بنادر اصلی نفتی آمریکا است. خیلی از نفتکش‌های آمریکایی اونجا لنگر می‌اندازند و الان بیش از 40-50 روز هست که این تانکر همونجا در آب‌های بین‌المللی در خلیج مکزیک مانده است. بله دوستان، همونطور که تو برنامه قبلی هم گفتیم اونور دنیا کسی جرأت نداره به اموال ایران دست بزنه که هیچ، حتی جرأت ندارن نفتکش رو تا نزدیکی مرزهاشون بیارن. بعد یه عده هنوز هم باور دارن که اینا ابرقدرت دنیان. وزارت دادگستری تلاش کرده است اما به نتیجه نرسیده که بخواد شرکت خصوصی پیدا بکنه که این 800,000 بشکه نفت رو بخواد تخلیه کنه و دلیلش هم وال استریت ژورنال میگوید این است که شرکت‌های آمریکایی بیمناکند از اینکه اگر این کارو انجام بدن جمهوری اسلامی اقدامات تلافی جویانه علیهشون انجام بدهد. اینکه تانکر سوئز راجان در 100 کیلومتری آب‌های آمریکاست، سواحل آمریکاست، اینو مشکل می‌کنه براشون، چون به صورت تکنیکی این تانکر الان در آب‌های آمریکا نیست، بنابراین در حیطه اختیارات دادگاه‌ها نیست. به نظر میاد دولت بایدن حداقل از اون چیزی که از قیافه داستان برمی‌آمده این رو می‌دونسته است و واسه همین هم مثلا این تانکر رو نیاورده در داخل آب‌های آمریکا. با تشکر از خبرنگار این دراشخال که اینقدر شفاف همه چی رو توضیح داد. این خبر هم در همین راستا داشته باشین دوستان. وزیر امور خارجه آمریکا معافیت تحریمی 120 روزه ای رو امضا کرده که برای اولین بار به عراق اجازه میده بدهی ایران بابت برق خریداری شده رو از طریق یک بانک غیر عراقی تسویه کنه. و اما این ویدیو رو با یک کلیپ شوکه کننده به اتمام میرسونیم از صحبت‌های تکان دهنده سرهنگ سرایای واقعی. فقط قبلش ازتون خواهش میکنم که حتما نظرتون رو در مورد صحبت‌های ایشون برامون زیر همین ویدیو کامنت کنیم. آقای نروژ بود، اونم خانمش اونجا اسیر بود، به من زنگ زد گفت سرایا برو که امیر اسلان داره مصاحبه میکنه. خب من دسترسی نداشتم، تا من برسم هم خب مصاحبه تموم شد. شب که رسیدم فیلمشو ضبط کرده بود برای من فرستاده بود. باور میکنی 3-4 بار من این فیلمو دیدم، هیچ نشنیدم این بچه چی داره به من میگه. فقط نگاه میکرد، من فقط به چشاش نگاه میکردم، به ابروش، به موهاش، به دندونش، به صورتش، که ببینم مثلا بچه‌م چیزیش نشده این مدت اونجا بوده. خب بعدا من صداشو شنیدم. فکر نکنیم با آوردن پدر مادرای پیر و بدبخت از شما غافل میشیم. من در یک جنگ روانی کثیف گرفتار حرفای زنی شدم که ادعا میکنه مادر منه، عامل نفوذی رژیم فرومایه. من و نه تنها من، بلکه هر مجاهد دیگه‌ای در راه رسیدن به آرمانهای ارتش آزادی بخش از هر تعلقی فارغه. من هرگز همچین مادر دجاله‌ای نداشتم. به دلمم نگه چون دیگه فرقه رو شناختم. چی میگفت؟ نگفتم جایی ولی اینجا میگم. گفت این مادر من نیست، نامادریه و آمریکا ما رو از لیست تروریست در بیاره، من خودم همین مادر رو تو میدون آزادی ادامه انقلابش برم. گفتم مادر قربون اون قامتت برم، از همون راه دور بیا من اون هیکلتو ببینم، فقط اون اجازه رو داشته باشم یه چند ثانیه توی هیکلت غرق بشم، بعدن هر تصمیمی میگیری یا علی. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها رو فراموش نکنین و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیو یه دیگه در پناه حق باشین.